عناوین اصلی ایران سه مامور موساد را در عراق کشت حمله سه قایق تندروی سپاه به کشتی اسرائیلی و رادیوی اسرائیل درباره احتمال جنگ دو کشور خبر داد. به کیوسک خوش آمدید. قابل توجه بینندگان کانال کیوسک که در ایران اقامت دارند. با توجه به تغییرات و هشدار سایت یوتیوب مبنی بر بستن اکانت های ایرانی و غیرفعال، لطفاً برای جلوگیری از این کار از وی غیر رایگان استفاده کنید یا حتی المقدور با لایک ویدیو و کامنت گذاشتن از بسته شدن اکانت یوتیوب خود جلوگیری کنید. از همکاری و همراهی شما سپاس گذاریم. درود بر شما نیمروزتون به خیر باشه نیمه شب سه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارش داد که منابع عراقی از حمله به مرکز اطلاعات و عملیات ویژه سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد در شمال عراق خبر دادند به نوشته فارس کانال سابری نیوز و مرکز اعلام مقاوم سه شنبه شب به نقل از منبع امنیتی گزارش دادند که گروهی ناشناس اقدام به حمله به این مرکز متعلق به موساد کرده است که در نتیجه آن شماری از نیروهای اسرائیلی کشته یا زخمی شدند. بعدا تصنیم اعلام کرد در این حمله سه اسرائیلی کشته و چهار نفر زخمی شدند. خبرگزاری فارس گفت که این منابع به جزئیات بیشتر در این باره اشاره‌ای نکردند ولی گفتند که جزئیات بیشتر از این عملیات به زودی منتشر خواهد شد. به نوشته ی خبرگزاری فارس موساد در منطقه کردستان عراق فعالیت دارد. برخی رسانه های اسرائیلی این خبر را به نقل از خبرگزاری فارس منتشر کردند. اما مقام های اسرائیلی در این باره هنوز اظهار نظر نکردند. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران خواستار برخورد جامعه بین المللی و به ویژه آژانس بین المللی انرژی اتمی با خرابکاری در تأسیسات غنیسازی نتنز شد و اعلام کرد که تلافی همسط در زمان و با شدتی متناسب انجام خواهد شد که کانون آن در سرزمین متجاوز خواهد بود. ربیعی روز سه شنبه 24 فروردین ماه در نشست خبری خود که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد در مورد جزئیات حادثه روز یک شنبه در تأسیسات نتنز با اشاره به اینکه حمله بیرونی نبوده و محل خرابکاری مشخص شده است گفت خرابکاری در کانال کابل های برق رسان به سامانه ماشین های سانتریفیوژ رخ داد که موجب آسیب دیدن این سامانه شده است. سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که شواهد بسیار قوی از دست داشتن اسرائیل در این حادثه وجود دارد. او یکی از این شواهد را دستگیری چندین تیم ترور و خرابکاری وابسته به سرویس های امنیتی اسرائیل در ماه گذشته و بعد از کشته شدن محسن فخری زاده عنوان کرد و افزود در این حادثه هم فرد خائن به ملت شناسایی و هویت او مشخص شده است و هم اقدامات لازم در دست پیگیری است او تاکید کرد که خسارت وارده به تاسیسات نتنز برخلاف ادعاها به سرعت قابل رفع و جبران است و تحلیل های رسانه ای را که از تعویق چند ماهه برنامه هسته ایران در پی این حمله خبر میدهند سفارش مقام های اسرائیل عنوان کرد جمهوری اسلامی ایران به تلافی انفجار در تأسیسات اتمی نتنز اعلام کرده بود که غنیسازی 60 درصدی را آغاز می کند. بخشی از واکنش ها به اقدامات بدخیم و تهدیدات آشکار جمهوری اسلامی طبق معمول بر اساس مماشات و محاسبات ساده انگارانه است. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از برخی منابع آمریکایی نوشت به نظر میرسد اقدام ایران در صدور اطلاعیه برای افزایش غنیسازی اورانیوم تلاشی برای تقویت دست تیم مذاکره آنها در وین است و قصدشان این است که به گویاند، توان مقابله با انفجار در تاسیسات اتمی نتنز را دارند گری سامور هماهنگ کننده یک کاخ سفید برای کنترل تسلیحات کشدار جمعی در دولت باراک اوباما میگوید فعالیت بخشی از تاسیسات نتنز از کار افتاده و جمهوری اسلامی احساس ضعف کند و با اعلام افزایش سطح غنیسازی میخواهد این ضعف را جبران کند اریک برور مقام پیشین بخش مبارزه با گسترش تسلیحات اتمی شورای امنیت ملی و عضو مؤسسه مطالعات راهبردی و بین المللی واشنگتن می گوید خطر بزرگی که رژیم ایران دارد به دست آوردن فناوری رساندن قنای اورانیوم به 60 و استفاده گسترده از سانتریفیوژهای های پیش رفته است این متخصص تسلیحاتی دی ماه 1399 پیش از انتخابات آمریکا هشدار داده بود اگر جمهوری اسلامی بخواهد موقعیت چانه را بیش از آنچه باید تقویت کند آشکار است با خطراتی روبرو خواهد شد و اگر دولت بایدن هم روی کار آید درخواست های فراتر از انتظار ایران داشته باشد بدون شک تنش ها افزایش پیدا می خبرگزاری رویترز اعلام کرد کشتی هایپریون ری که یک کشتی تجاری متعلق به اسرائیل است شامگاه دیشب در نزدیکی سه قایق تندروی سپاه مورد حمله قرار گرفته است این حمله دو روز پس از انفجار تأسیسات هسته نتنز و تهدید ایران به انتقام گیری از اسرائیل صورت گرفته است منابع امنیتی اسرائیل اعلام کردند انتظار واکنش ایران را داشتند اما هدف قرار دادن کشتی اسرائیلی یک واکنش محدود بود شبکه دوازده اسرائیل هم در گزارش خود در این باره اعلام کرد که این حمله هیچ خسارت جانی در پی نداشته است. خبرنگار العربیه گزارش داد که خسارات اندکی به کشتی اسرائیلی در دریای عرب که با پرچم باهاما در حرکت بود وارد شد. بنا به این گزارش، این کشتی هم متعلق به همان شرکتی است که یک کشتی اش چندی پیش از سوی ایران مورد حمله قرار گرفته بود. این کشتی ویژه حمله خود رو بود و علارغم اصابت موشک به آن به مسیر خود ادامه داد. در پی بالا گرفتن تنش ها میان تهران و تل‌آویو اسرائیل به حالت آماده باش کامل درآمد. مراکز امنیتی اسرائیل میگویند که حمله به کشتی در دریای عرب گام اول حملات ایران است. نیروی دریایی ارتش اسرائیل و زیر دریایی های این کشور هم در حالت آماده باش قرار گرفتند. به گزارش خبرنگار العربیه، اسرائیل نگران است ایران از خاک سوریه یا از روی کشتی اقدام به موشک پرانی و ارسال پهپاد بمب گذاری شده کند. گفته که در 6 آوریل 2021 یک کشتی ایرانی با بسته به سپاه پاسداران به نام ساویز در دریای سرخ و در نزدیکی سواحل اریتره مورد حمله قرار گرفت. منابع آگاه گفتند که کماندوهای اسرائیلی یک بمب مغناطیسی چسبنده به بدنه این کشتی اند و این حمله باعث غرق شدن کشتی نشد اما خسارات زیادی به آن وارد کرد. در ماه های گذشته ایران و اسرائیل بارها کشتی های همدیگر را مورد هدف قرار دادند و تنش میان این دو کشور شکل جنگ دریایی به خود گرفته است. در ماه مارس هم یک کشتی باری ایرانی به نام شهر کرد در, در دریای مدیترانه مورد حمله قرار گرفته بود. آقای منش امیر که از هنگام به روی کار آمدن بایدن گفته بود که بیم دارد رژیم ایران و کشور اسرائیل در مسیر جنگ گام نهاده و هر روز با آن نزدیکتر شوند در یک گفتگوی تلویزیونی که دوشنبه از لس آنجلس پخش شد گفت که در مرحله کنونی هر دو کشور میکوشند گفتار و کردار آنها در حد پایین و در ابعادی باشد که آتش جنگ را شولور نکند آقای امیر گفت که اظهارات مقامات ایران و اسرائیل نشان میدهد که سیاستمداران و نظامیان دو کشور در گفتارهای خود احتیاط می و همچنین در عملیات تعرضی علیه یکدیگر ابعاد پایینی را در پیش میگیرند که آسیب جانی و زیان مالی گستردهای به دنبال نداشته باشد او گفت درست است که ظریف و دیگران در دو روز گذشته اسرائیل را به انتقام تهدید کردند ولی این واقعیت که چنین سخنانی از جانب فرماندهان سپاه و یا دیگر نیروهای مسلح شنیده نشده بسیار هدفمند بوده و نشان از احتیاط آنان دارد رهبران اسرائیل بارها گفتند که اگر جامعه بین المللی نتواند از ادامه برنامه های رژیم ایران جلوگیری کند و حکومت به آستانه ساخت بمب هسته‌ای برسد اسرائیل چاره‌ای نخواهد داشت جز آنکه به طور مستقل به اقدام بپردازد آقای منش امیر در مورد مفهوم این تهدید توضیح داد که اسرائیل بیشترین تلاش خود را می کند که از جنگ بپرهیزد و این هشدار به شرایطی مربوط می شود که دیگر هیچ چاره ای جز حمله نظامی برای جلوگیری از ساخت بمب ای توسط ایران باقی نمانده باشد این تحلیلگر در ادامه ارزیابی خود افزود در 20 سال اخیر یعنی از هنگام آغاز برنامه های مخفی اتمی در ایران کوشش اسرائیلان بوده که از طریق عملیات غیر نظامی در پیشرفت برنامه های اتمی ایران اخلال ایجاد کند این سخنان آقای منش امیر امروز در سخنان فریدون عباسی که از تئوریسین های برجسته رژیم محسوب می شود مورد تایید قرار گرفت در یک مصاحبه تلویزیونی دیگر که شب گذشته از لس آنجلس پخش شد آقای منش امیر درباره علت نیرومندی شبکه اطلاعاتی اسرائیل در داخل ایران توضیح داد که افراد بسیاری در داخل رژیم وجود دارند که عملا با ادامه برنامه های موشکی و اتمی رژیم و رفتارهای سرکوبگرانه آن مخالفند ولی خروج از دستگاه حکومتی را صلاح نمی‌دانند و از این رو با یاری رساندن به اسرائیل میخواهند این برنامه ها را خونسا کنند آقای امیر توضیح داد که هیچ یک از عملیات انجام شده که به اسرائیل نسبت داده شده بدون همکاری گسترده از داخل ایران قابل اجرا نبوده است لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.